و این فقط حالت بنده مؤمن است که در هر حالت در خیر واقع است و هیچ کسی به غیر از مؤمن در خیر در هر حالت در خیر واقع نیست. بازی را توضیح می ده این اصابت حسراء این اصابت حسراء شکر فکان خیر الله، هرگاه بر بنده مؤمن الله متعال نعمت را نصیب میکنه و این بنده مؤمن در بدل نعمت های الهی شکر میکنه، امین نعمت برش به خیر مبدل میشه و الله تبارک و تعالی در بدل از اینکه برش نعمت داده و از نعمت ها در زندگی دنیوی خود استفاده میکنه، در عوض شکرگزاری این نعمت الله متعال برش پاداش بیشتری هم میده. یعنی فضل الله هست. قطعا بنده ها گاهی وقتا از احسان الله بسیار غافل میشن. شما دقت بکنین الله متعال بدون از اینکه از ما چیز طلب کرده باشه بر ما بسیار نعمت های زیاده میده و جالب است که از این نعمت ها استفاده بکنیم. وقت انسان مسلمان از نعمت های مشروعی که الله برش نصیب کرده استفاده بکنه، الله در بدل استفاده از نعمت هم برش پاداش میده. در کنار از او باز به خاطر ای که الله متعال این نعمت را برش داده شکرگزاری میکنه، در بدل شکرگزاری هم باز پاداش میده. یعنی انسان وقتی فکر میکنه که الله متعال اتو بدنبال عزیز که یک بهانه بر بنده مؤمن بده که برای خود ثواب کمایی بکنه و خیر کمایی بکنه، برش نعمت میده، از نعمت سالم استفاده بکنی ثواب میده برد. در بدل این همین نعمت که برای داده شکر میکنی باز هم برات ثواب میده، نعمت از پیشت میگیره صبر میکنی باز هم برات ثواب میده. یعنی قطعا همین رقم هست و به همین خاطر هست که انسان مسلمان به تعبیر رسول الله صلی الله علیه وسلم در هر حالت در خیر است. در هر حالت بنده مؤمن در خیر است. وقتی برش مصیبت، وقتی برش نعمت میرسه شکر میکنه، در خیر است. و باز و این اصابت ها در راه اگر برش مصیبت میرسه صبر میکنه، صبر فکان خیر الله. در بدل مصیبت طبعا انسان بهترین راه بر مواجه شدن با مصیبت هم صبر است. بهترین راه حتی از لحاظ مادی، حتی از لحاظ روحی و روانی و از لحاظ روانشناسی، یک نفری که با مشکلات مواجه میشه قطعا هر قدری که انسان با مواجه شدن با مشکلات جزع و فزع بکنه از لحاظ روحی و روانی خرد میشه و کوچک میشه و هر قدری که صبر بکنه از لحاظ شخصیتی قدرتمند و قوی تر میشه. در کنار از این که یعنی خود بهترین راه علاج مادی برای مواجه شدن با مشکلات هم صبر است، در کنار از این انسان وقتی که امیت یک کار را میکنه رحمت الله تبارک و تعالی به حد زیاد است که در بدل از این بنده مؤمن پاداش میده و قطعا این نشان دهنده عزیز که الله متعال بسیار در مقابل بنده هایش فضل بسیار زیادی داره و احسان بسیار زیادی داره و قطعا این بنده مؤمن را همیشه رحمت الله و فضل الله و احسان الله همیشه احاطه کرده و قطعا این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم به زیبایی خاصی امی وضعیت را توضیح میده که بنده مؤمن در هر حالت در خیر است و هیچ کس دیگه به جز بنده مؤمن در این حالت نیست. یا برش طبعا انسان ما شما دو حالت داریم در زندگی، یا در نعمتیم یا در مصیبت، از این حالت از این دو حالت بیرون نیستیم. پس وقتی بنده مؤمن در نعمت ها شکر پروردگار را به جا بیاره، الله تبارک و تعالی به خاطر استفاده نعمت هم پاداش میده، به خاطر شکرگزاری نعمت هم پاداش میده و بعد از شکرگزاری نعمت را هم زیاد میکنه. لا ان شکرتم لا ازیدن نکن، باز هم نعمت را زیاد میکنه و در بدل زیادت نعمت باز انسان شکر بکنه، باز هم الله پاداش میده. یعنی در هر حالتی حقیقت قطعا بنده مؤمن در خیر قرار داره و حالتی که دیگه که ممکن برای بنده مؤمن موارد مصیبت برسه و در مصیبت ها هم وقتی انسان مسلمانی صبر بکنه الله تبارک و تعالی پاداش میده و جالب است که پاداش صبر هم باز بی نهایت است. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، پروردگار برای بنده های مؤمن پاداش صبرشان بدون حساب میده. پس انسان مسلمان در این مدت یک حالتی در زندگی خودش عملا احساس فضل و احسان الله تبارک و تعالی و اینکه الله متعال چقدر در مقابل بنده هایش خیرخواهی داره و چقدر اراده نیک داره و چقدر محبت بالا داره، قطعا همه همین مواردی که ذکر میکنیم نشانه از محبت الله در مقابل بنده مؤمن است و چقدر ظالمانه هست که الله تبارک و تعالی با او بزرگی و عظمت و جلال و کبریاییش این بنده کوچک و ناتوان را دوست داشته باشه و راههای بر دست آوردن فضیلت و ثواب و خیر برای این بنده مؤمن آماده کرده، اما این بنده ناسپاس و ناشکر به جای از اینکه شکر نعمت های الله تبارک و تعالی را به جا بیاره مواردی از نعمت های الله استفاده بکنه و باز در مقابل نافرمانی الله تبارک و تعالی را بکنه. وقتی به مصیبت مواجه به جای از اینکه صبر بکنه و پاداش الله را به دست بیاره موارد جزا و فزع میکنه و نافرمانی میکنه. به همین خاطر وقتی مواردی شما در قرآن کریم میبینین که الله متعال انسان ها را سرزنش میکنه، این سرزنش قطعا مستحقش است که انسان ها بعد از اون رقم سرزنش شون. البته الله متعال انسان های نیکوکار را سرزنش نمیکنه، انسان های بد را سرزنش میکنه و مواردی این سرزنش در مورد انسان ها قطعا درست است. گاهی وقتا یک نفری که ممکن فهم اندکی داشته باشه تصور بکنه که الله متعال موارد انسان ها را بسیار زیاد سرزنش کرده، قطعا
قطعاً او رقم نیست. یعنی وقت انسان مسلمان دریچه و دروازه های بسیار زیادی را که الله متعال بر بنده هایش باز کرده بر بنده ساودن خیر و فضل و احسان، انسان مسلمان همه این ها را نادیده بگیره، همه این ها را نادیده بگیره و در مقابل پروردگار خود قرار بگیره، نعمت های الله را نادیده بگیره، شکر نعمت های الله تبارک و تعالی را نکنه و کلی از این ها را به اصطلاح با خصوصیات ظالمانه نفسانی خود رد بکنه و باز هم به جای از اینکه خود را ملامت بکنه، موارد یک دی مردم پروردگار را ملامت میکنن، به اصطلاح میخوان که وانه بود بکنن که الله هست که فلانی کار کرده، برای مثلا سر ما احکام شدیدتر رو وضع کرده. قطعا اون رقم نیست. الله تبارک و تعالی در تعاملش با بنده ها اوج رحمت و احسان و به تعبیر محبتش را انسان میبینه. انسان مسلمانی که حقیقتا مفاهیم دین الله تبارک و تعالی را خوب درک کرده باشه، خوب درک کرده باشه، محبت پروردگار احساس میکنه با امو احکامی که ظاهرا ایده از انسان ها فکر میکنن اینی حکم بسیار شدیدتری هستن. بعضی از مردم اصلا در مقابل احکام الهی مواردی گزینه‌ای عمل میکنن، بعضی از احکام که نفس انسانی بیشتر سرکوب میشه خیلی خوشایند برشان نیست. او بنده های مؤمنی که قطعا احسان الله را خوب درک کرده باشن، هر قدری که بیشتر با مشکلات و با سختی ها مواجه میشن فضل الله را بیشتر احساس میکنن. به همین خاطر در میان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم روحیه خلاف آنچه که در میان ما و شما معمول هست وجود داشت. غالبا روحیه عام اجتماعی ما بگونه است که هرگاه سر یک نفر مصیبت بیشتر میآید جزع و فزعش بیشتر میشه و موارد به خاطر عدم صبر مرتکب گناهان زیادی میشه، در حالی که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم دقیقاً خلاف این روحیه را داشتند. در میان علمای سلف امت معمول بود هرگاه بر یک نفر مصیبت ها نمیرسید، هرگاه مصیبت ها نمی رسید ناراحت می شد، می گفت حتما من مرتکب گناهی شدیم که الله مرا در مصیبت مواجه نمی کنه. چرا؟ به خاطری که اونها از مصیبت ها توقع خیر داشتن و موارد انسان در مصیبت ها به خاطر صبر مرتکب به اسلام مستحق پاداش به غیر حساب می شه. به این خاطر اونها توقعشان بیشتر بود که بیشتر در مصیبت ها واقع شویم، چون اونها این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را خوب میدانستند که وقتی بر بنده مؤمن مصیبت برسه و در مقابل مصیبت صبر بکنه الله برش پاداش بی‌نهایت زیاد را نصیب میکنه. پس اونها این رقم روحیه را داشتن و ناراحت میشدن هنگامی که بر زندگی از اونها مصیبتی نمیآمد. صحابه و دیگی از علمای سلف ناراحت میشدن که چرا الله تبارک و تعالی ما را از فضیلت صبر که قطعا در هنگام بعد از مصیبت ما مستحق از او میشه ما را به بهره ساخته. و شما در آیات قرآن کریم این گبر خیلی خوبتر درک کرده میتونین زمانی که الله تبارک و تعالی از سنت دائمیش در تعامل با بنده ها خبر میده که میفرمایه ولا نبلوان نکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. حتما و خامخا ما انسان ها را امتحان میکنیم و ابتلا میکنیم چیزی از ترس و گرسنگی و در نقصان در مال و جان و در میوه هایی که بر از اونها میاد. باز میگه که و بشر صابرین، بشارت به صابران ده الذين اذا اصابتهم مصيبه، اونا کسانی هن که هنگامی که برشان مصیبت میرسه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، اوج تسلیمی خود را به مقدرات الهی نشان میدن. تا اینجا اون نوع صبری که الله تعالی برش بیان کرده صبر در با مقدرات الهی است. انسان مسلمان با مواجه شدن با مصیبت ها اوج تسلیمی خود را با پروردگار با گفتن این جمله اعلان میکنه که انا لله و انا الیه راجعون، ما ملک خداییم، ما از آن الله هستیم و هر آنچه که الله تبارک و تعالی اراده کرده باشه او را انجام میده و بازگشت ما هم به طرف الله تبارک و تعالی هست. پس اینجا که وقتی یک بنده مؤمن در مقابل مصیبت ها و سختی ها و ابتلاعاتی که مواجه شده صبر کرد و تسلیمی خود به پروردگار نشان داد، الله متعال در بدل اینمی امر برش پاداش ذکر میکنه. اولئک علیهم صلواتم، اینا مردمایی هستند که مستحق درود از جانب الله هستند. اولایی که علیهم صلوات من ربهم، اینا کسانی هستند که مستحق صلوات از جانب چی کسی هستند؟ از جانب پروردگار. و قطعا صلوات و درود از جانب انسان ها تا صلوات و درود از جانب الله متعال کاملا متفاوت است و بنده مؤمن خود را مستحق صلوات از جانب الله بعد از چی چیز میگردانه؟ بعد از صبر که در هنگام سختی ها و مشکلات با او مواجه میشه. این فضیلت اول، اولئک علیهم صلوات من ربهم، بنده های مؤمنی که در هنگام مواجه شدن با سختی ها صبر میکنن مستحق صلوات از جانب پروردگارن و اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. چی کسی مستحق رحمت پروردگار است؟ او انسان های مستحق رحمت پروردگارن که در هنگام مواجه شدن با سختی ها صبر میکنن. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون.
علیک علیم صلوات من ربهم و رحمه و علیکم المهتدون. و هدایت را هم انسان زمانی به دست میاره، هدایت را هم انسان زمانی به دست میاره که در هنگام مواجه شدن با سختی ها، در هنگام مواجه شدن با سختی ها صبر بکنه. پس آیا انسان هست، انسان عاقلی پیدا میشه که به دنبال هدایت نباشه؟ قطعا نه. آیا انسان عاقلی پیدا میشه که به دنبال رسیدن به رحمت پروردگار خودش نباشه؟ قطعا نه. آیا انسان پیدا میشه که به خاطر به دنبال رسیدن به صلوات و درود از جانب الله تبارک و تعالی نباشه؟ قطعا نه. پس او انسانی که میخواد الله تبارک و تعالی رحمت خود را شامل حالش بگردانه، او انسانی که به دنبال رسیدن به هدایت هست و او انسانی که به دنبال کسب فضیلت و احسان از جانب الله و درود از جانب الله هست، راهش چیست؟ راهش است که باید صبر بکنه. پس به همین خاطر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و سلف امت امی فضیلت را دانسته بودند و امی خاطر هنگامی که اونا می دیدن که برشان مصیبت نمی آید که به خاطر مصیبت صبر بکنن و مستحق این خوبی ها شوند ناراحت می بودن، برخلاف حالت مایی که متاسفانه با مواجه شدن با کوچکترین سختی ها موارد انسان ها رو ببینین جزا و فضا از اونها خیلی بالا میره و رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار تهدید میکنه که لیس منا من ضرب الخدود و شق الجیوب و دعا بدعوى الجاهلیه، از امت من سو انسانی که در هنگام مواجه شدن با سختی ها صبر نمیکنه. یه تعبیرش هم کسی که مثلا یه انسان ها هستن در هنگام سختی ها در سر و روی خود میزنن یخن خدا پاره میکنه، پیامبر میگه لیس منا من ضرب الخدود و شق الجیوب، کسی که در سر صورت خود میزنه و یخن خدا پاره میکنه، یعنی چی؟ یعنی ای که او کسی از امت رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست که در هنگام مواجه شدن با سختی ها صبر نمیکنه و باز دعواهای جاهلیت سر میتونه. متاسفانه ایده زیادی از مردم هستن که وقتی بهشون مصیبت میرسه به جای از اینکه صبر بکنن و انا لله و انا الیه راجعون میگن و خود را مستحق هدایت و رحمت و صلوات از جانب الله بگردانن، به جای از اینکه امقدر فضیلت و معنویت به دست بیارن، موارد جزا و فضایشان و ناراحتیشان حتی مواردی به حدی میشه که گاهی وقتا حتی در دایره کفر خود ایده از انسان ها در مصیبت ها مواجه میکنن. خیلی از مردم هست وقتی براش چند مصیبت میاد باز میگه که خدا را خداوندم سر ما ظلم میکنه، موارد متاسفانه با گوشای خود گاهی وقتا ما شما میشتیم میگه پاره یا گپای عجیب غریب دیگه میگن تنها خدا تنها ما را دیده میگه گپ سرش مصیبت میرسه، در حالی که یک تعامل بسیار عاقلانه دیگه که در میان سلف امت معمول بود اوی بود که هرگاه الله متعال برشان نعمت های بی‌نهایت زیاد را نصیب میکرد، هر نعمتی را که میگرفت هم صبر میکردن و هم به اصطلاح پاداش صبر خود به دست می آوردن و هم سایر نعمت های دیگه که الله تبارک و تعالی بر از اونها داده بود از اونها یادآوری میکردن. و یک داستان مشهور است از یکی از تابعین که اسمش هم فراموش کردیم، غالبا او بیچاره یک بار مریض میشه و این مریضی از زیاد شدت پیدا میکنه به حدی که مجبور میشن طبیبا یک پای از این قطع بکنه و یک نفری میاد که بر از این تسلیت بده و میگه که من هنوزم شکر الله تبارک و تعالی را به جا میارم. یعنی اونا به این درجه رسیده بودن که حتی در هنگام سختی ها صبر خو میکردن و میکردن شکر به جا میارم. گفت تو چطور شکر میکنی؟ حالا خب بر تو مصیبت اومده. گفت ما شکر میکنیم که الله تعالی برام دو پا نصیب کرده بود، هنوزم یک پا برام باقی مونده، پس به خاطر همین یک پا هم شکر پروردگار را به جا میارم. یعنی قطعا در مقابل اون مصیبت خو صبر میکنه و میکنه. تقدیری هنوز از این جنجال خلاص شده بود که کسی بر از او خبر میده که فلانی فرزند تو وفات کرد، باز شکر میکنم، باز برش میگن که این مصیبت بر تو رسیده، میگه الله تبارک و تعالی برام فرزندان زیادی نصیب کرده بود، یکی از اونها را گرفت و هنوزم فرزندان زیاد دیگه دارم، پس من هنوزم شکر الله تبارک و تعالی را بجا میارم. و این نشان دهنده عزیز که بنده های مؤمنی که تربیت سالم ایمانی شده باشند در هیچ حالتی ناامید نمیشن، در هیچ حالتی در سختی قرار نمیگیرن، در هیچ حالتی به اصطلاح شکست روحی نمیخورن. به همین خاطر او مقوله مشهور از شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله همیشه به یاد انسان میگه انسان مسلمان در هیچ حالتی در هیچ سختی و در هیچ مشکلی به بنبست نمیرسه، حتی در مواجه شدن با سرسخت ترین دشمنا هم میگه ما بنبست نداریم، اگر دشمن ما را بکشه قطعا در راه الله شهید میشیم هنگامی که در موقف حق قرار داشته باشیم. و این بزرگترین آرزوی بنده مؤمن هست که به خاطر استقامت در مسیر حق در راه الله جان خود را فدا بکنه و میگه اگر ما را زندانی بکنن با پروردگار خود خلوت میکنیم. و برای بنده مؤمنی که محبت بی‌نهایت به پروردگار داره، چون صفت مؤمنی نمیست که والذین آمنوا اشد حبا لله، بنده های مؤمن الله شدیدترین محبت را با الله داره و قطعا انسان مسلمان وقتی با پروردگار خود شدیدترین محبت را داره، هنگامی که با پروردگار خود تنهایی و در خلوت باشه برش خیلی لذت بخش است،
خیلی برش لذت بخش است. به همین خاطر او میگه که اگر ما را دشمنان ما زندانی بکنن با پروردگار خود خلوت میکنیم و این یک آرزوی بسیار بزرگ دیگه است که ما داریم. و اگر ما را از جایی که هستیم به اصطلاح تبعید بکنن در زمین الله سیر میکنیم. به همین خاطر میگه هیچ وقت دشمن با ما اون و تعاملی کرده نمیتونه که ما بر ما ناراحت کننده باشه. و این در حقیقت تطبیق عملی امو حدیث از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که پیامبر میگه بنده مؤمن همیشه در خیر هست و این صبر هست که انسان در هر حالت در خیر واقع میکنه و این شکر است که بنده مؤمن را در هر حالت در خیر واقع میکنه. پس انسان مسلمان همیشه در کنار از این که احکام شرعی را میشناسد، در کنار از این که مفاهیم دینی را درک میکنه، کار بسیار مهمتر و اساسی‌تر دیگه چیزی که در شناخت هر حکم فضیلت و احسان و رحمت الله تبارک و تعالی را هم پیدا بکنه و قطعا در هر حکمی از احکام الله متعال، علم الله متعال و حکمت الله متعال و فضل الله متعال و رحمت الله متعال نهفته هست. و بنده مؤمن زمانی که در شناخت هر حکم شرعی امینا را درک بکنه، محبتش با پروردگار بیشتر میشه، انگیزه های معنوی برای انجام اعمال شرعی در قلب بنده مؤمن بیشتر میشه و افزایش پیدا میکنه و این امری بسیار مهم است که ما شما نیاز داریم. به دلیل از اینکه گاه وقتا احکام شرعی را اکثریت ما میفهمیم، فلانی حکم شرعی است، فلانی حکم شرعی است، الله ما را به این امر کرده، به این امر کرده، به این امر کرده و از فلانی چیز نهی کرده، از فلانی چیز نهی کرده، از فلانی چیز نهی کرده. یک چیزی که ما بسیار بیشتر به اون نیاز داریم و کمبود زیادی در اون مورد داریم، نبود انگیزه های معنوی ایمانی در قلب های ما هست که ما را وادار به انجام فرایض بکنه و ما را مانع شود از اینکه مرتکب محرمات الهی نشیم. و یکی از راه‌های برای کسب اینمی انگیزه امیست که ما هر حکمی از احکام الله تبارک و تعالی را وقتی میشناسیم به دنبال حکمت‌هایش بریم. و قطعا شما هر حکم از احکام الله تبارک و تعالی را وقتی منصفانه و درست و دقیق ارزیابی بکنید، ده هر حکمی اگر الله ما را امر کرده یا نهی کرده، ده او علم الله تبارک و تعالی را درک میکنید که الله قطعا این حکم را بر اساس علم کامل خودش دست بر ما نازل کرده و حکمت الله تبارک و تعالی را درک میکنین که وقتی الله متعالی حکم را نازل کرده، اگر ما را به چیز امر کرده هم به خیر ما هست و اگر ما را چیز نهی کرده هم به خیر ما هست. و در کنار از او شما رحمت الله تبارک و تعالی را بالفعل احساس میکنین که وقتی الله متعال ما را به یک کار امر کرده، اینمی امر الله متعال به اینمی حکم شرعی در نتیجه اوج رحمت است که الله متعال بالای بنده های مؤمنش کرده و امور رقم فضل و احسان الله تبارک و تعالی را درک میکنیم و در کردن علم الله متعال و حکمت الله متعال و فضل الله متعال و احسان الله متعال در هر حکم از احکام شرعی، چه اوامر الهی باشه و چه نواهی الهی باشه، باعث از این میشه که در قلب بنده مؤمن انگیزه ایمانی تولید شود و این انگیزه های ایمانی ما شما را به طرف چی سوق میده؟ به طرف خوبی ها سوق میده که اوامر الهی را انجام بدیم و از نواهی الهی دوری بکنیم. از الله تبارک و تعالی این استدعا داریم که الله متعال برای ما شما حقیقتا مفاهیم اصلی ایمانی را برای ما شما بشناسانه و او را در قلب های ما جا بده و او انگیزه های ایمانی که ما نیاز داریم به خاطر انجام اوامر الهی و ترک نواهی الهی، پروردگار اونها را در قلب های ما بگنجانه و پروردگار اعمال ما را با وجود نواقص و کوتاهی هایی که داریم قبول بکنه. و افطار هم نزدیک است، همه ما شما دعا میکنیم که الله تبارک و تعالی عبادت های ما را با کوتاهی ها و نواقصش بپذیره و برای ما شما ایمان واقعی را که ایمان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هست نصیب بکنه و همه مصیبت ها و مشکلات را که میآید در زندگی ما، الله متعال برای ما شما توفیق از نصیب بکنه که در اونها صبر بکنیم و الله تبارک و تعالی برای ما نعمت ها و فضل و احسانی که میکنه، الله متعال برای ما توفیق از نصیب بکنه که در اونها شکر از او را به جا بیاریم و به شکل زندگی بکنیم که در هر حالتی اگر در سختی ها هستیم به خاطر صبر رضایت الله را به دست بیاریم و اگر در نعمت ها هستیم به خاطر شکر رضایت الله تبارک و تعالی را به دست بیاریم و پروردگار ما را در از این دنیا در حالت بیمیرانه که پروردگار از ما راضی باشه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب